همراهان و زبان آموزان کانال VLA سلام. همراه شما هستم با یکی از کاملا کاربردی ترین، مفید ترین و جذاب ترین اپیزود از مجموعه پادکست ESL. عنوانش هست Problems at the Office. مشکلاتی که در یک اداره میتونه پیش بیاد براتون. پس اگه تا آخر ویدیو همراهی نکنید، این شما هستید که واقعا این اپیزود و این بخش خیلی مفید و کاربردی رو از دست دادید. با هم شروع میکنیم. به طور معمول این یک دیالوگی هست بین لوسی و جف. لوسی: Hey Jeff, can I pick your brain for a minute? Jeff: Sure, what's up? از همون ابتدا شروع میکنیم که لوسی میگه چی؟ میگه که Hey Jeff, can I pick your brain for a minute? در همون ابتدای خط ما یک اصطلاح داریم با عنوان pick someone's brain. به چه معنا هستش؟ To get someone's thought on a certain topic. یعنی نظر و فکر یک شخصی رو در مورد یک موضوع خاص بخوایم. همون زمانی هست که ما میگیم که What's your idea? What's your opinion? نظر شما چیه؟ ایده شما چیه؟ پس به جای اون در واقع عبارت ها و اصطلاحات کلیشه‌ای میتونید استفاده کنید از pick someone's brain. پس لوسی میگه که سلام جف، میتونم نظرتو برای یه دقیقه بخوام؟ میتونم ببینم فکر و ایده تو در مورد موضوعی که حالا میخواد صحبت کنه بدونم؟ میتونم نظرتو بدونم برای یه دقیقه؟ هم فکری کنم باهات برای یه دقیقه؟ که جف میگه Sure, what's up؟ مطمئنن، چه اتفاقی افتاده؟ و لوسی در ادامه میگه Well, I have a sticky situation at work and I wanted to get your input. You're always so tactful. و جف: Thanks, I'm not sure I can help, but I'll give you my two cents. لوسی دوباره ادامه میده و میگه که I have a sticky situation. Sticky به چه معنا هستش؟ Sticky situation is a situation which is difficult. یک موقعیتی که خیلی مشکل هستش. و همینجور که در جمله گفته با فعل have collocate کرده. یعنی شما میتونید از فعل have برای sticky استفاده کنید. Sticky situation. I have a sticky situation. یا به یه طریق دیگه ای میتونید اون رو بیان کنید. با فعل to be. I am in a sticky situation. من در یک موقعیت خیلی مشکلی قرار دارم. گرفتار شدم. و به همین ترتیب. حالا اینجا داره لوسی میگه که من با یک موقعیت خیلی مشکلی سر کارم روبرو هستم and I wanted to get your input. Input اینجا دوباره باز معنی idea, opinion میده. داریم میبینیم که در همون ابتدای مکالمه میتونید چه کلمات و اصطلاحات دیگه ای رو به جای کلمه و در واقع عبارات کلیشه‌ای مانند opinion یا idea استفاده کنید. و فعلی که اینجا باش بوین کالوکیت میکنه get هستش. Get someone's input. میگه من میخوام که نظرت رو، ایدت رو بدونم. You're always so tactful. تو همیشه tactful به چه معنا هستش؟ Able to know how to behave, how to act in a difficult situation. اینکه بدونی چجوری رفتار کنی، چجوری عمل کنی توی یک مشکل، توی یک موقعیت سخت. بین افراد میگن tactful. حالا چون میتونن خوب رفتار کنن، شاید به فارسی بتونیم ببینیم که کسایی که مبادی آداب هستن، با نزاکت هستن، میدونن چجوری رفتار کنن، چجوری برخورد کنن که کسی رو ناراحت نکنند. جف: Thanks, I'm not sure I can help, but I'll give my two cents. که جف میگه متشکرم، مطمئن نیستم من بتونم کمک کنم، ولی من سعی میکنم چیکار کنم. Give someone's two cents. و دوباره به معنای چی هستش؟ opinion, thoughts on a certain topic. همون فکر و ایده و نظر روی یک موضوع خاص. پس در ابتدا ما pick your brain or someone's brain رو داشتیم، بعد از اون get input رو داشتیم و الان give someone's two cents. حالا بر حسب موقعیت ها فعلهایی که باش collocate میکنه متفاوت هستش. برای input get بود و برای اینجا two cents give هستش. البته اونجا نظرش رو میخواد و اینجا میخواد داشته باشه، من میخوام نظرش رو میخواد در واقع بده. برای همین داره از فعل give استفاده میکنه. در ادامه لوسی میگه Well, it's like this. There's this guy I work with who is always making jokes about the boss. Don't get me wrong, I like a good joke now and then. Especially about the boss. But sometimes he goes so far. Jeff,
What do you mean؟ خب پس لوسی میگه بسیار خوب، شبیه اینه. یعنی وقتی داره میگه که مشکل چیه، میگه شبیه اینه موقعیت. It's like this. یک شخصی هستش که من باهاش کار میکنم که همیشه داره در مورد رئیس شرکت، در مورد اون شخصی که موقعیت خیلی بالایی داره تو شرکت، که باز همون رئیس یا همون میتونیم بگیم مدیر هستش، همیشه داره در موردش جوک میسازه. و don't get me wrong، اشتباه برداشت نکن. Don't get me wrong، اشتباه منو برداشت نکن، منو اشتباه متوجه نشو. من جوک رو دوست دارم، من حالا طنز رو دوست دارم، فرق نمیکنه. Now and then، now and then یعنی sometimes، not always، بعضی اوقات نه همیشه. پس من بعضی اوقات جوک رو دوست دارم، especially about the boss، about the boss، مخصوصا در مورد حالا رئیس شرکت جایی باشه. But sometimes he goes so far، ولی بعضی وقتا اون، به فارسی راست میتونیم بگیم که اون زیاد روی میکنه، پاشو از حدش فراتر میذاره. پس منش به انگلیسی میشه to continue with an opinion or with an idea or behavior beyond what is needed or wanted and then causing some problems and or causing some negative results. پس شخصی که میاد چیکار میکنه، یک نظری رو یا یک رفتار رو انقدر ادامه میده، بیش از اون چیزی که مورد نیاز هستش، بیش از اون چیزی که دیگه در حد عرف و متعارف هستش، به جوری که یعنی در صورتی که منجر میشه به یک سری از نتایج بد و منفی. پس این نوع رفتار که بیش از حد ممکن، بیش از حد مورد نیاز هستش، این رفتار و منجر میشه به یک سری نتایج خیلی بد و ناراحت کننده و منفی، به این میگن going too far، going so far. پس he goes too far، اون پاشو از حدش فراتر گذاشت. و جک میگه what do you mean، منظور چیه؟ لوسی well just the other day he got a picture of the internet and cut and pasted the boss's head onto it. Let's just say it was a very unflattering picture of him. Jeff, that's really unprofessional. But it sounds harmless enough if he kept it to himself or just showed it to a few friends. خب لوسی میگه که اون روز یا چند روز پیش یا اخیراً the other day میتونه به این معانی باشه، چند روز پیش اون یک عکس از اینترنت گرفت، get off the internet، get a picture of the internet، یک عکس رو از اینترنت گرفتن و cut و paste کرد، کپی و چسبوند، به جای در واقع سر رئیس رو اومد روی اون عکس چسبوند. پس یک عکسی رو از اینترنت گرفت و سر رئیس رو روی اون قسمت، اون روی اون عکس چسبوند. و میتونیم بگیم که یک کار یا یک عکسی که در واقع درست شد، اون عکسی که حاصل از کار اون بود، یه عکسی بود که خیلی بدتر از حد نرمال بود. یعنی میخواد بگه یه عکسی بود که unflattering، یعنی یه عکسی که مثلا یه حالا عکس نرمال نیست که بگیم فرض کن بیاد سرشو بچسبونه به جای صورت رئیس جمهوری یک کشور دیگه. شاید مثلا میگم شاید یک عکس یک حیوانی چیزی بوده که خیلی وحشتناک بوده، برای همین unflattering picture of him، یعنی make someone appears or make someone or something appears worse than normal، یعنی یک چیزی رو، یک شخصی رو، یک کاری بکنیم که بدتر از حد نرمالش به نظر برسه. که جف در پاسخ میگه بله خیلی کار غیر حرفه‌ای بود، unprofessional، یه کار خیلی غیر حرفه‌ایه، یه شخص حرفه‌ای، یه شخص مبادی آداب این کارو نمی‌کنه. اما به نظر میاد که خیلی ضرر نداشته باشه، خیلی مشکل ساز نباشه، harmless enough، اگه البته اگه اون خودشو این اکثر پیش خودش نگه داره یا فقط به چند تا از دوستاش اونو نشون بده، در این صورت خیلی ضرر ایجاد نمی‌کنه، خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کنه. Lucy, that's just it. مشکل همینه. That's just it. He didn't keep it to himself. He attached the picture to an email and sent it to the entire company, including the top brass. Jeff, you're joking, right? که لوسی گفت مشکل همینه. That's just it.
اون اونو نزد خودش نگه نداره، یعنی اون دوستمون، اون همکارمون عکسو در نزد خودش نگه نداشت. He didn't keep it to himself. وصلش کرد، چسبونش اون عکسو، اتچ اون رو به یک ایمیلی و اون رو فرستاد برای کل شرکت، entire company، برای کل شرکت including من جمله the top brass. top brass همون اشخاصی هستن که موقعیت‌های بالا، لول‌های بالا در اون شرکت دارن، یعنی the most powerful manager in a company، یعنی یکی از با نفوذترین، مقام بالاترین افراد اون شرکت میشه top brass. که جف میگه you're kidding, you're joking، داری شوخی میکنی درسته؟ و لوسی میگه no I'm not, this is what I meant when I said he goes too far. He just doesn't know when to quit. Jeff, is he a friend of yours? کلوسی دوباره میگه که نه من شوخی نمی کنم. I'm not joking. به خاطر همینه که دارم بهت میگم اون داره پاشو از حدش فراتر میذاره. اون داره زیاده روی میکنه. اون نمیدونه اصلا داره چی کار میکنه و کی باید از این کارش دست برداره. He doesn't know when to quit. اصلا نمیدونه کی باید دیگه دست برداره از این کارش. Is he a friend of yours? یکی از دوستاته؟ و لوسی دوباره میگه No, not really. But I don't want the guy to get fired. He's actually a good person. He's just clueless. That's all. و جف ادامه میده Well, that's a tough one. Let me think about it. Maybe there's a way to get him to cut it out before he gets fired. کلوسی میگه نه واقعا یکی از تن دوستای من نیست، ولی من دلم نمیخواد که اون طرف اخراج بشه، get fired، اخراج بشه. اون در واقع یه شخص خیلی خوبی هستش، ولی چی هستش؟ He's just clueless. کلولس یعنی ناگاه، نادون. مثل اینکه بگیم که طرف آدم خوبیه ولی کارهای نادونی میکنه، یعنی فقط نادانه، نمیدونه داره چیکار میکنه. که کلولس همین معنی میده، on ever without knowledge. That's all، همین. و جف that's a tough one. یعنی یکی از اون موقعیت های خیلی سخته، یکی از اون مشکلاتیه که واقعا هندل کردنش سخته. That's a difficult situation or that's a difficult problem. Let me think about it. بذار در موردش فکر کنم. شاید یه راهی باشه برای اینکه اون دیگه یه کاری کنیم که اون دیگه دست از کاراش برداره قبل از که اخراج بشه. There's a way to get him. یه کاری بکنیم که to get him to cut it out. Cut it out means to stop doing something negative. To stop doing something negative. یعنی که دست برداره از یه کار مشکل، از یه کار منفی و اشتباه. دیگه از انجام دادن اون کار اشتباه و منفی دست برداره. cut it out. قبل از اینکه دست از اون کار اشتباه برداره، before he gets fired، قبل از اینکه اون اخراج بشه. Lucy, thanks. I appreciate it. Jeff, oh, it's no big deal. Let's go get a bite to eat. Lucy, sure. Sounds good to me. که لوسی در آخر میگه متشکرم، واقعا قدردانی میکنم. و جف میگه کار خاصی نیست، چیز خاصی نبود، مشکل خاصی نبود، خیلی سخت نبود، بذار بریم یه لقمه ای بخوریم، یه چیزی بخوریم. و لوسی میگه که از نظر منم خوبه، برای منم خیلی خوبه. خب امیدوارم واقعا متوجه شده باشین که چقدر این اپیزود یکی از اون اپیزودهای کاملا کاربردی و عملی هستش و یعنی یک سری اصطلاحات، ایدیم ها و فعل هایی داشت که شما در موقعیت های مختلف خیلی خاص میتونید ازش استفاده کنید. منظور من از خاص اینه که در موقعیت هایی که میتونید از کلمات خیلی راحت و ساده مانند opinion یا idea یا thought استفاده کنید، در عوضش بیاین از این اصطلاحات استفاده کنید و خیلی حرفه‌ای تر نظر برسین. و همچنین بارها تکرار کردم، بازم میگم، طریقه صحبت کنید که مانند صحبت کردن یه نیتیو سپیکر باشه و یا حداقل کار این هستش که حداقل نفعی که دونستن این اصطلاحات داره، حتی اگر استفاده ازش نمی کنید، اینه که متوجه منظور افرادی که از اینها استفاده می کنن بشین، حسن نیتیو سپیکرها. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.